او در آرمانش ذوب شد و در رگها و قلبهای تک تک ما جاری شد. مگر ندیدیم که سردار جنگل با همون سلاح و با همون عزم آهنین هر وقت لازم شد از قلب گیران دوباره به پا خواست، دوباره برخواست، آمد توی تمام شهرها و روستاها و پیام جنگل سبز رو که همون سرود سرخ رهایی است تودگیر کرد. پس چه کسی گفت که میرزا یخ زد؟ نه، او همینجاست توی دل تک تک ما و هم الان داره میتپه. خودش در آخرین نامش به تاریخ 5 عقرب سال 1300 یعنی 58 سال پیش اینطور نوشته بود: اکنون منتظرند روزگاری را ببینند که از جمعیت ما اثری در میان نباشد، اما وقتی از افکار و انتظاراتشان نتایج تلخ مشاهده کردند، آن وقت است که ندامت حاصل کنند و قدر و منزلت ما را خواهند یافت. بلی آقای من، امروز دشمنان من ما را دزد و غارتگر خطاب می کنند و حالان که هیچ قدمی جز در راه آسایش و حفاظت مال و ناموس مردم بر نداشته ایم، ما این اتهامات را می شنویم و حکمیت را به خداوند قادر و حاکم علل اطلاق واگذار می کنیم. و امروز ما همون نتایج تلخ هستیم، تلخ به دهان دشمنان خدا و خلق و شیرین در ذائقه سردار. آخه ما همون نسلی هستیم که تفنگ و آرمان سردار رو به دوش کشیدیم، نسلی که در آرمان و تفنگ سردار زنده شدیم و باز هم او در ما زنده خواهد شد. بر علیه ستمگرها، دزدان شرف و دزدان حاصل کار مردم، تیمورتاش ها که در همینجا والی حاکم بودند، رضاخان ها و حاکم ها و والی های دزد و چپاولگر و غارتگر دیگر. پس صدای آرمان میرزا همیشه بلنده. من خودم همین امروز بر سر مزارش وقتی به احترام در تربتش ایستاده بودم صدا رو شنیدم، داشت فریاد میزد، داشت تکرار میکرد همون فریادی رو که به سر جنرال فرمانده دشمن چیکاچینکوف زد، به سر انگلیس هایی که برای زهر چشم گرفتن از مجاهدین جنگل یکی از مجاهدین به نام محمود خان کرد رو با وحشیگری زیر شکنجه های قرون وسطایی شهید کردند و حالا اومده بودند میرزا رو قسم میدادند به خون انبیا و اولیا که دست از جنگ و خونریزی بکشه و تسلیم بشه، ولی سردار اینطور خروشید: دولت انگلیس فریاد میکشد که من اسلام و انصاف نمیشناسم، باید اول ضعیف را اسیر آز و کشته مقاصد مشؤوم خود سازد، ولی بنده میرزا میگویم انقلابات امروز دنیا ما را تحریک میکند که مانند سایر ممالک اعلان جمهوریت داده و رنج وران را از دست راحت طلبان برهانیم لکن درباریان تن نمیدهند که کشور ما از روی مرام دموکراسی اداره شود. بله، ما باید خلقمون رو، خلق رنج برمون رو از دست راحت طلبان برهانیم. این صدای خوش الحان خود میرزاست و بعد هم حلقوم های خلق که در ترانه های محلی شما بهش پاسخ میدن. بگذارید خودش رو بخونم: چقدر جنگل خوسی ملت عواسی خسته نبستی، می جانه جانانا تا
کوچک خانا، خدا دانی که من نتانم خفتم از ترس دشمن نیدیل آویزانا بی جان جانانا. ترابونم میرزا کوچک خانا، چرا زودتر نهی تونتر نهی تنها بمینی. و بیچاره اونهایی که میخواستند از مجاهدین جنگل اثری نباشه، حالا کجاند که ببینند این سراسر یک حلقه که مجاهد شده و به مجاهدت قیام کرده. نسل سفری لنگرودی ها، رضایی ها، حنیف نجات ها، گل سرخی ها، شهدای سیاه کل، نسلی که با دکتر حشمت و نسیم شمال و نسیم شمال و دکتر فاطمی ها میثاق بسته بود و حالا به میعادش آمده، نسلی سلاح برکف که در دامن مهر و محبت شما پرورده شد و درس مروت یاد گرفت. کمتر روزی بود که توی خیابونها یا در محبس و در شکنجهگاه و یا در میدانهای تیر در خون خودش غوطه نخوره و یاد سرداران رو به پا نداره و پرچم اونها رو بیش از پیش در اهتزاز نیاره. مگه ما چی میخواستیم؟ خیلی از همونهایی که میرزا میخواست و هنوز هم متاسفانه برآورده نشده. حقوق رنجبرها، حقوق کارگرها، حقوق دهقانها، حق صیادها، حق برنجکارها و زنهای زحمتکش، اونهایی که سالیان دراز حتی از بهره برداری منابع فیاض و رایگان طبیعت هم محروم موندند و چه بسا که برای قوت لایموت حتی برای یک سید ماهی میبایستی کتک و چماق و گلوله میل بکنند. وقتی که من زندان بودم بازجوها و دشخیمها خیلی میخواستند روحی آدم رو بشکنند. به ما میگفتند شما خرابکارید، شما غارتگرید، مردم شما رو نمیخواند، پشت و پناه مردمی ندارید. بعضی حرفایی که همین حالا هم میشنویم. ولی من فکر میکردم، ولی همه اونهایی که در زندان بودن فکر میکردند که اون طرف دیوارهای بتونی هستند مردمی که فرزندها و برادرهای واقعی خودشون رو خوب میشناسند، همون چهرههای آفتاب سوخته جنوب یا پاهای برهنه شمال و یا دلهای داغداری که در سراسر کشور حق خودشون رو میخواند و از هر کس هم که به حق طلبی برخیزه حمایت میکنند، همون حقوقی که سردار جنگل کوچک خان هم برای اونها قیام کرده بود. و اینطور بود که سرداران خلق قیام کردند یکی پس از دیگری تا حقوق حقی خلقشون رو به دست بیارند، خلقی که هیچ وقت از پا ننشست.